به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستبیله، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، سه قوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزد. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را میفتند، هرچی یارو عمامه داره بگه اینا قبول میکنن، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی اینقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر، ببر گردنشو، میری تو بهشت، میری تو حوری خونه. تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوبه اینجا یه وقت نگن این حرف رو،
برای اینکه در کشور یعنی کلاسانی که انگلیسی زبانن اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینی که خواهش بکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسیه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بذاریم بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه رو تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارن، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بوت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمعن، توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر صومعه داری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد. طینتش همون طینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به دراعه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمیکنه برای من. اتفاقی افتاده، هیچ کسی هم قبول نمیکنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندا کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیرو پاتالاشون با آخونده دارن کار می کنن، خودشون پشت پردن
و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده، خودفروش. اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاستمدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاستمدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب، مسئله ای نیست که به این سالگرد که درباره چه آخوندی فخری نیکزاد میخوند، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی سامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا اینه یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه شنبه، منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منو میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم و این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس یک سال از 26 از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب، یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358، میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر، و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. نه، حرفای سال اول انقلابه. مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه 9 دی ماه 1358،
خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانم های بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور وسط شهریور من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقات رو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره یک، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. دو، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلولهای قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. سه، شعار انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه. ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، تمام طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدمهایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم. یه روزی من اومده بودم به نیویورک،
یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتن بلیت فروختیم. گفتم یکی چند؟ گفتن یکی $5. گفتم با فروش $5 بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آقا باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود، اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشون میکردن. اینی که این آزادی که میگن بر ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم، استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد، اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان، آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پاریس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن، همش باید یه ارباب داشتن. اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه. کسی هم سوال نمیکرد. هر کی هم سوال میکرد، آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه؟ که نه جمهوریه نه اسلامیه. به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته. انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد، اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشته. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386
نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندها، بقیه شارلاتانها، بقیه دزدها. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ای‌ها نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. 7، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه، که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حق بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود، چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده، گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی بدی. بعدش هم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، مثل اون وقتا که سرزده میرفتن، صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور، گفت من غذا خوردم سیرم،
گفت این کتلت ها رو خانم درست کرده، خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و پنج تا خورد و هفت تا خورد و هشت تا خورد و اینا. بعد گفت این کتلت ها خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم، مثل که دو سه تا خوردم. صاحب خونه بهش گفتش که درست میگی، دو سه تا نخوردی، هشت تا خوردی، اما کی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو، یه جوکی بود میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست. گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر، دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کسایی است که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به چیز، به چی رأی بدیم؟ انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رأی بدی یا نری رأی بدی. اونا قبل از اینکه این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره، اینا رو قبلا نشستن تعیین کردن. بعد اینکه حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه پنج شیش تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کسافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دیه صف میکشن، یه دیه چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صفای میسن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگش. گل هم یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمد؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلاب هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد.
و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردند به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردند به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12، انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده، اینا اجرا میکنن. شماره 13، انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت می کنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که می تونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخونده باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نمازخون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم کی بود کی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه. یه عده‌ای هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، مگه من جلوتون گرفتم؟ به ما کمک کن، چی کار کنم؟ چی از من خواستید که براتون بکنم؟ هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند. درود بر تو، درود بر تو. می دونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن می دن، مفت می خوره، مفت می گرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانیم احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده
یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن. راست میگه. من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن. ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم، فسیل شدن اینجا، داغون شدن. ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یک گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم. به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماورا و طبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه شما درست میگی، ولی 6 نفر که دیدن و حتما هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا، خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانوی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، $100 بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلم خالی کردم، یکی دوتا 5 تا 10 تا 100 تا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند رو بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بذارید یه شعر بخونم از این حالت در بیاد. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، منظور خلیج فارسه، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها
ساکنین مازندران هم. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد. آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است، اما چه سود؟ اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم طوسی؟ شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقی است که در سالگرد روزه، سالگرد منبر، من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار. من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی، خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد، یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده، برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند. من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمیخونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم. رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی، مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست، من میدونستم،
من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم، میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم، ما ایرانی ها هر چی بیاد، ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمعا رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امام زاده درست کنه، ما سقف میبندیم تو جاده، وای میسیم که زودتر بریم این پنجره ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره های آهنی یا چوبی یا نمیدونم با نی درست کردن، با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بیقیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزادهی پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا، با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش، دیگه هواپیماتو بذی کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود کی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن. تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا توی تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.